در رابطه با عدم رسیدگی به وضعیت درمانی آقای بهنام محجوبی درویش زندانی در زندان اوین، موقعی که اولین اصلاح‌رسانی‌ها انجام شد در زندان تهران بزرگ، آقای شریفی مقدم از طرف جمع درویش در زندان با آقای وزیری و آقای برائه که معاونین دادستانی و مسئول مستقیم نظارت و تصمیم‌گیری بر محکومان امنیتی هستند صحبت کردند و درخواست انتقال ایشان به زندان تهران بزرگ دادن. در اینجا پیگیری وضعیت درمانی و تعیین داروهایشان انجام میشه و این درخواست در زندان اوین هم از طرف خود آقای محجوبی به همین مضمون انجام شد که متاسفانه مورد مخالفت دادستانی واقع شد. اصرار بر این که آقای محجوبی در همین شرایط بایستی نگهداری شود و ما تصمیم گیرنده هستیم. در مورد عدم دسترسی به داروهایشان هم هیچ اقدامی نکرد در صورتی که اطلاع تام داشتن. در مورد اظهارات کذب اداره کل زندان ها که روز چهارشنبه 29 بهمن ماه در روزنامه ایران انتشار پیدا کرد، باید عرض کنم که مقدار دارو در زندان توسط بهداری زندان تعیین میشه و موقع خوردن دارو هم یکی از مسئولین بهداری حاضره و این رویه همه زندان هاست. لذا امکان استفاده دارو بدون نظارت بهداری زندان اصلا امکان پذیر نیست. ضمن اینکه بهداری زندان تنها کاری در رابطه با وضعیت درمانی آقای محجوبی انجام داد، انتقالشون به امین آباد بود که البته در این رابطه چند بار اعتصاب غذا توسط ایشون صورت گرفت و اعتراض و مصاحبه با رسانه ها انجام شد، هم توسط خودشون و هم خانواده محترمشون. حتی کمپین تشکیل شد که لااقل داروهای خودشون رو بهشون بدن، نه تجویزی پزشکی بی‌صلاحیت زندان. متاسفانه مسئولین قضایی در برابر این اعتراضات گوش چشمشون کاملا بسته بود. در رابطه با برخورد قوه قضاییه با مسببین این هم باید عرض کنم که قبلا این نوع برخوردهای عنفرگانه را دیده ایم. در جریان قتل آقای علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی در تیف 1 که به علت عدم رعایت تفکیک جرائم در کنار زندانیان اعدامی نگهداری میشد و بارها به رئیس وقت زندان تهران بزرگ آقای هدایت فرزادی در این رابطه تذکرات و اعتراضات پی در پی شده بود، قوه قضاییه تحت عنوان برخورد با مسببین آقای فرزادی را به علت عدم رعایت قوانین از سمت ریاست زندان تهران بزرگ عزل کرد و برای نظارت بر اجرای قوانین به عنوان بازرس ویژه سازمان زندان ها منصوب کرد. که من خودم آقای فرزادی را هنگامی که به عنوان بازرس ویژه سازمان زندان ها به همین بندی که الان در آن هستم آمده بود دیدم. آقای رضا فتحی که در اون زمان ریاست بیگاه عهده داشت الان در سمت معاونت سلامت منصوبه و ارتقا مقام پیدا کرده و این طبیعت برخورد با مسببین قتل در نظام فعلی. خیلی متشکرم. خسته نباشی. خانمای زحمت کشی که تو هر تجمع دارن شرکت میکنن، آقایون ببینن اونایی که تو خونه هستن. از آقای کاغذت صاف بگیر بینم. بگیری کاغذت صاف بگیر ببینم. برای من تو. Thank you.
سلیمانی همیشه توی تمام این تجمعات تشریف دارن، حضور دارن، مرد و مردانه. بابا بیان دیگه تو رو خدا. بگین بهشون بیان، نشستن تو خونه منتظر معجزه هستن. چرا نمیان؟ حالا امروز با برداخه 13-12-99 اعتراض کارگران شرکت کارفلون روی سرامی کرده اصلاحه نسبت به پایان بودن کارگران و برداختن سرکلی کرده. سلام، امروز با برداخه اومدن ما به روستای آرچینیک مصادف شد با بدحال شدن یک انسان، مریض شدنش. حالا شما ببینید که مردم اینجا چطور یک بیمار رو حمل بکنن تا جایی که امکان نقلش با وسیله نقلیه ممکن باشد. پدر شفی محمد هست که حالش خراب شده و الان مردم مجبور هستند با یک برانکارد دستساز و ناجور، این پدر رو که حالش مریض هست و نمیتونه خودش پیاده بره یا سوار الاغ بشه یا سوار موتور بشه، با اون برانکارد دستساز با 4 کیلومتر اونو حمل بکنن رویش دوش تا بتونن اونو به جایی برسونن که ماشین اونو میتونه حمل بکنه تا بیمارستان جایی ببرم. وضع حال مردم به این شکل هست در اینجا. آیا فریادرسی هست؟ آیا کسی هست که بداد این مردم برسد؟ آیا مسئولی به فکر این مردم هست؟ این هست وضع حال مردم آرچینی. به این شکل بیمارهاشونو میرسونن به دکتر بیمارستان. الان این بیمار رو باید با برانکارد با پارچه‌ای با محکم ببندن تا در وسط راه نیفته. حال شما فکر بکنید اگر یک خانم بیمار سر زایمان این وضع حالو پیدا بکنه، چطوری میتونن 4 کیلومتر اینو با این ابزار پیش پا افتاده و ابتدایی حمل بکنن؟ و این پدر قصه ای دیگر دارد. در چوکی که 14 سال بیته دنی چوکی همه میماله آرچنی اثر بیجاده ای بی رایی با گرفتاری همه اوکی واجه گینده که باید پیل نکره که یه چوکو که مار یه واجه دومه رمضان شریف بی ساعتا 9 مارا دنگ ده تا ساعتا 9:30 ما جای رسی که ماشین بی تو وسیله بی یه چوکو دست رفت شما به همه بزرگی و به همه گرفتاری چه همه اثر بی رایی. پدر میگوید دوم ماه مبارک رمضان بود، چند سال قبل یک دختر 14 ساله رو ماری گزید. تا ما خواستیم اونو به جایی برسانیم که جاه امکان حملش باشه، نیم ساعت طول کشید. این دختر از دست رفت، وفات کرد. چه کسی مسئول خون این عزیزان هست؟